محبت با کس و کارش حتی در این سن و سال هم کاسته نگردید و هر دم و هر لحظه افزون می گردد. این مادری 72 ساله که قبلا با هنری والای چکندوزی و زردوزی مشهور و معروف و محبوب بود، حالا جزودان های را اختراع می کند که هر یک نظر با و توجه برانگیزند. بانو عدالت این هنر را سال قبل از دخترش آموخته است. یعنی معلوم می شود که آموزش کسب و هنر در یگان سن و سال دیری ندارد. راستی گفت که من این کار را از دخترم یاد گرفتم. دختری من امین در مسکو زندگی میکنند. انا میخل چی کردم؟ یک دیدگیم با دیدم که میخل عجایب کرده کار کرده است. این برای ما حواس نو اختراع کرده استودیم. ما همیخل پشموی وای دیدم و امین شروع نمود. همونای گرفتم و فکر کردم که کنی اخل ساخته بینیم. غیر از نمات و وای چو چیز کردن ممکن. برای همین از همین اهمیت دادم که طرفای روسیه بسیار میکنن و بسیار طلباتش بلند است. اینجا با وزر دوشنبه با همین اختراع کرده موندیم. من این برای دخترچه ها کرده گی. من گلوی کلوب نگیم. نه فقط من این جزدانه میکنم. بسیار چیزای بای. با من این خل من برای دخترچه رنگی توفلیچه برین کرده ایم. من این خل خب به حواظ خونه پوشک کرده میتواند. انا این من این جزدان برای دخترچه ها با شوقوار شبت گفته من روبوچه کردیم. روبوچه کردیم. اینم کمتر نمود تیراموهی دارد. من برگوش و خودی که خزان ریز برین. من این جزدان من بحار نام دارد. من اینش بحار با موفق. اینش زمستان با موفق. من این خودی من با بسیار معقول و انا می رنگ همین تیراموهی زرین برین. نه میخوام. باز من خیلی اکسکلوزیونه گفته چی میکنن؟ من این جزدانوی. پشم تایور دسترس میکنم. از همین پشمایی که میخوام رنگ بورش تایور شده گیه من از مسکو میگیرم. میگیرم هوایو استا استا وای خودش هر یکتش زرد سرخ و سیاه هم میخوام که لیکن من این خیل کرده من بینید که اینجا به چخل خودی که الاف برای اومد میز با قوغاز میپردم بولی میز با مونده اینا استا 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 پشمه یک دیگرش کتی پایواز میکنه رنگ با رنگ لیکی همی خل پایواز کردن در کور که همی رنگ و بورش رنگش من همی خل موفق کرده و یا حس میکنید که من این من این خل سبزنمو زرد بعد با یا پایواز میکنه کم تا توریکا شوه و حس کردن در کار. این هنرمندی اصیل و صاحب ذوق از پشمی عادی جزودان می سازد. محصول ایجادش هر یکی از دیگر زیباتر است و با آرایشات جذاب نظرها را می ربایند و این انعکاس کننده طبیعت افسانوی تاجیکستان در چهار فصل سال می باشند. از این معلوم می شود که این مادر ایجادکار تخیلات بای و بدی دارد و از کار و محصول آفریده خود به وجد می آید و دیگران را نیز به عالم زیبایی و هنر شفته می گرداند. زیرا استعدادش خدادادی است و مهارت بلند و هنری نوتکرار دارد و رسالت هنرمند را نیز در همین می بیند. البته در ساختن این جزودان ها زحمت زیاد صرف می گردد ولی صفت بلند و ارزشی والای آنها هنرمند را خسته نمی سازند. رنگ نمد، قالینای نمد برین، لیکن اینجا با پشموی تازه همین انگوری گرفتگی بعد از هوای رنگ همین نمد می سازند همون برین ساختگی فقط این به حد نازک کرده من دونای کردگی اینجا گلوی صد برگ کردیم همش علایده علایده رنگ بورشه چند نمود من اینجا با کبوتی بلند بعد همین رنگ میکنی پشموی کبوتی بلند کبوتی پستر من این طرفش تماما بیرنگ تر مدت دو هفته برای اینکه اینو تر کرده کار میکنید تو وای قوق میشه چی میشد که من درونانگی از تروش ما تیار میکنیم من گلوش تیار میکنیم که همه کروی وای دستی من خیلی مایده چیده گلوی صد بار کردگی من برک چه ها چی کردگی اینو تیار کرده میستیم اشیای خومش این قیمت میبیاد برای همین کمتر ازشش بلندین. از هزار تا یک و نیم هزار ویش با نگو کرده. دیزاینش با یو بعد حجمش با. به دختان تیار کردگی من ایخل من دستش کردگی وقت با من ایخل سراقی ها کرده اینه جمع کردگی. لیکن درونش من ایخل درون از تراش همش دست کتی
духта бромадаги. Ин хел ки ягон ҷоша мана ин хел мошинкаҳои дастузиаску ва ёкати накардаги. Ҳамаш дастката. Аввал қоғаз ба қолаб мекунад ки ҳаҷмаш туғри биёд. Тайёр кардаги вақт ба вай худаш як калон менамояд. Баъди қоқшудан майда мешад. Ҳаҷмаша гум мекунад. Баъди ки ҳам лекин шумо вай медонед ки ҳаҷмаш чанд сантиметр чанд қадар кам мешад вай назар ба мегирад. این مادری سرشاری هنر و لبریز اجاز لحظه از اجاد فریغ نیست. هنری دیگری او که خیلی سرخریدار است چکندوزی است. او نیز پیوسته تلاش میکند که آفریده هایش گران ارزش باشند و در بازار هنر موقع خاصه ای را پیدا کنند. همین است که طلبگاران دسترنجش نیز بشمارند. خریدار کتی مسلحت میکنیم زحمت زیاد باشد ارزش بلند میگیریم. $200 تا $300 فقط متایش. برای اینکه این قدر زحمت کشیده دوختن پس باید که متایش تازه با صفت باشد که برای اینکه این یک کرتا اثر به اثر گذاشتنش ممکن. من حاضر دخترم به یک کرتا یاد دادم گفتم که خوش رو کرده دوست دخترم من تو با دنیم هزار سومان میتیم فقط کارش با. رسومیش بسیارتر من خودم منم این ترافاریت و منم این قلابوش کرده تایار میکنم لیکن رسومی من متا با میگذاروند. این به حد وقت زیاده میگیرد. عدالت یوسفوا به قلای بلند هنر رسیده است و در چکندوزی سبک و اصول خاص دارد. با سوزن خشک و رشته عادی روی متا عالم افسانوی را انعکاس میکند که این مهنت بس و سنگین را طلب مینماید و شهادت از آن میدهد که شعار و شیوه هنرمندان ورزیده و موفق پیش از همه صبر و تحمل بوده است. برای تولید یک لباس چکن باشد فاصله زیاد است و زحمت طاقت فرسا. یک کرتای چکن آغاز کردم و یک کماش که حجمی شمایه میگیریم قلاب کردم. بعد از وای من شما وای فکر میکنیم کنی چکنی شما چخیل میکنیم چخیل گلوی شنوندیم. من شما انتخاب کردید من این چکن ها. این چکن ما نومش میشد حلقه گوی. من اینکه به رنگ حلقه من گل کشیدیم، من این گل، لکن درون حلقه بود، من این برگ چه خوش کردیم، من گل کوی کردیم، اینجا بودم چه خوش کردیم، وای میشه. من این گلی پیشی کردم میشد، اینجا خوش من گلی کوسا گلی همین چکانوش نمیدیم. من این مایده چه خوش سیتورا نام دارد، من شکلی وای صفری وای جاسکو سیز. انا میخواد شده کرتای چکن استا استا تولید میشه و بعد چی کار میکنیم؟ دوختان سر میکنیم. ما تو با گزارانده ما من این خود سراخ کرده اکتون زبانی رسومی ما کتی ترافارید. من این خواهر یک گلاش میبریم ما تو با مونده میگزارانیم. از سرچشمه های تاریخی برمیاید که چکندوزی قدیمترین هنری ملی تاجیکان بوده تاریخ 1800 ساله دارد. در ابتدا در روی چوب، استخوان، معدن، چرم، سنگ های قیمتبها و ظرف های فلزی با درفش های مخصوص نقش های گل، برگ، آفتاب، ماهتاب، ستاره و غیره ها می آفریدند که آن بعدتر چکن نام گرفت. گلوی چکن من زمانوی گفته نمیتونم چه خیلی که اصل قدیم اومستوز خب کم و بیش پیوست برگ گلوی دیگر کرده استودیم تموم همون هم که از قدیم اومدگی من فکر میکنم که انا چکن اختراع کردم گفتگی کلمه باید که هیچ که گب نزند از قدیم اومد خب فقط کم و بیش نقشاش و من این برگوش کم و بیش دیگر خیل شدگی باشد و بعد من جمشوی من دیزاین من این گلو کمتر دیگه خیلتر موندگی تمام دیگه همین همه گلوی و نقشوی وای از قدیم اومد است. اگر که بی سنگ باشد من اینم دختری که عروض شبنده اینا بینید چخیل نازی که خوشروی من سفید از سفید من اینم وای اینا بینید که من شما پرستادید که گلوش هر خیل فقط نقشوش من اینجا با کاسا گل میگون من این توبیشی برگوش دیگه خیلتر من توبیشی این کاسا چه های مایده با اومدگی کاسا کلونی که کره زمین بارین تصور کردگی ما نقش نگارست باید که موفقت کند همینوی من حاضر زمان با که همچون رسوم همچون فکر کردگی وقت با همیناشا چی کرده استادیم که یک دیگرش با موفقیتش خوش رو بیاید گفته من این پیش کرتبه دومن کرتبه من همین نقشوش یک خیل کرتبه هایی که قدیم بود ممکن و یا همین نقشوش هر گونه میکرده هر قوم و ملت با رسم و آیین عرف و عادت انعنه قدیمه خیش شناخته میشود
در برابر زبان لباس در معرفی و شناخت ملت نقش موثر گذاشته حکمت بزرگی را در خود انعکاس میکند. لباس بیانگر ذوق بلند و زیبایی پرستی هر یک انسان دانسته شده و سلامتی و حالت روحی شخص تأثیر گذار است. در برابر این تاریخ و فرهنگ ملت را از لباس ملی هر کشور می جویند. اثرهای مورخان و بازیافتای باستانشناسان شهادت می دهند که چکنها در گذشته وابسته به هر منطقه کشور گوناگون بودند. امروز باشد چکن تابیش های نوی را در خود تجسم نموده است. هنرمندان نیز تلاش می کنند که این هنر را با زمانه موافق نمایند. این دختر عروس شونده است، التماس کرد که نه فقط گلدوزی کنید، من با من حاضر این عصری ما با وقت این سالای ما با بایشدگی زمانوی، کرته های زمانوی بسیاری هاش هم تو و سنگ ریزه بر این سنگ باران میکنن اینا. من برای همه هر یک رنگی که من دست کتی دوختیم گیردشه من این سنگوی، لیکن سنگوی ارزشش بلند کتی ما همینو آرو دادیم که عروسی ما خوشرو شود. من این پیش کرتا، من اینش دامن کرتا از پشتش، من این من این آستین کرتا میشد، حالا گردنش باید من این سلسله های سفید میمونم، اینا هم همشه دست کتی قد کرده چی میکنم که من این آستین کرتا میشد. بانو عدالت نقشه های زیاد و ارزوهای به انتها دارد و هر زمان از پای طرح نوی لباسی چکن آواره و تخیلات بایورنگین و رویاهایش را در پیراهنی جدید نقاشی می کند. او اصرار می دارد که این هنری اجدادی را باید همه زنان و دخترانی تاجیک از خود کنند و به آیندگان میراث گذارند. شاگردو من نشمرده بشمارم. چبه که می بیان یاد می گرن، بعضی هاش می ماند کار می کن، بعضی هاش می را خونه خوشون باید منشته دخت دادیم. حتی همه خل بود که یک اویلا کار می کرد، سینفی چور می خونده که دختر چه هاشون هم می دخت. اولا ما 15 تا دختر داشتن که همین کارخانه ما با کار می کردن. خونه هم خریدن، حوله هم خریدن، این کارخانه ما قریب 20 سال کار کرده استاد است. هنرمند نه تنها به خود بلکه به جامعه نفع زیاد می رساند، زیرا هنری خیش را به سطح های دیگر می آموزد و خصوصیت های نوی آن را روی کار می آورد. برای جاویدانه نگاه داشتن آن تلاش می کند و به واسطه پیروانی این هنر آن را به میراث می گذارد. محصول ایجادکار همیشه با دستان سحرآفر صاحب هنر مثل ستاره سما می درخشد و جلوه‌گری می کند. با آموختن کسب و هنر باشد، هر شخص می تواند از پای آن رزق روزی یابد و صاحب احترام گردد. به این خاطر آموزش کسب و هنر را زینت بخش روزگار انسان می دانند و هنرمند بودن را در زندگی برای همگان مهم می شمارند.